سلام، با مبحث سه دایره در خدمتتون هستم امروز. ببینید بچه ها، اگر یه دقیقه به صفحه تلویزیونتون نگاه کنین یا به صفحه فیسبوکتون نگاه کنین، میبینین که این دنیا دنیای خیلی بدی شده و شکسته شده. ولی این دنیا که این همه توش مریضی، بیماری، مرگ، جنایت، کشتن و چیزای خیلی بدی توش هست و هر روز داریم اینا رو توی اخبار میشنویم، در ابتدا اینجوری نبود. در ابتدا خدا دنیا رو یه جای خیلی زیبا درست کرد و در ابتدای آفرینش همه چیز زیبا و قشنگ و کامل بود. یک دنیای کامل ما داشتیم زندگی میکردیم. یعنی آدمای اولی توی یک دنیای خوب بودن. هیچ بدی نبود، هیچ بیماری نبود، هیچ مرگی نبود، هیچ ناراحتی نبود، هیچ بدی نبود. ولی این آدم‌ها خودشون تصمیم گرفتن که از این دنیا بیان بیرون و اولین انتخاب رو کردن که گناه کنن و کار بدی انجام بدن. درسته؟ و ما از یک دنیای خیلی زیبا و کامل، روش همش زیبایی بود، همش عشق بود، اومدیم به دنیای بد، شکسته و ناراحت. آدما توی این دنیای بد زندگی میکنن و سعی میکنن از این دنیا، چون میدونن که یه مشکلی توی این دنیا هست، از این دنیا جدا بشن و برگردن به همون دنیای قبلی. بعضیشون سعی میکنن با فکر کردن به موفقیت و تلاش، فقط فکر کردن به زندگی خودشون، از این بدی‌ها دور شن. بعضیشون سعی میکنن که کارهای مذهبی انجام بدن و به این و اون خیلی زیاد کمک کنن یا خیلی دعا کنن و فکر میکنن با کارهای خوبی که انجام میدن میتونن از این دنیا دور بشن. ولی بعضیشون هم تو این دنیا خودشون رو غرق میکنن و سعی میکنن که با فراموش کردن اون، با پناه بردن به مواد مخدر و چیزای بدی، خودشون در این دنیا غرق کنن و بدی رو فراموش کنن. و یا بعضیاشون سعی میکنن با غرق کردن خودشون در رابطه های جنسی منحرف یا مثلا خودکشی و یا یه چیزی از بدی های این دنیا خودشون رو به فراموشی بزنن، چون این دنیا پر از بدیه. ولی اینا هم خودش یه جورایی میشه گفت آدما رو از این که میخوان از این دنیا دور بشن بیشتر به بدی های این دنیا نزدیک میکنه و برشون میگرده و دورشون نمیکنه. و حالا خدا مهربونه و خب خدا میدونه که ما تو این دنیا با کارهای خودمون نمیتونیم دنیا رو عوض کنیم و خودمون رو به یه جای خوبتر برسونیم یا به همون دنیای کاملی که خدا بر درست کرده بود برسونیم. پس خدا میاد برامون یه راهی درست میکنه و خدا به خاطر اینکه مهربونه و ماها رو دوست داره و دوست نداره که ماها تو این دنیا باشیم، برای ماها یه راهی رو درست کرده. خدا خودش روی زمین میاد و در قالب یک جسم انسانی بین ما آدم‌ها قرار میگیره که اون همون عیسی هست. اون میاد روی زمین، جسم انسانی میگیره و در جایی که همه آدم‌ها داشتن گناه میکردن و پر از گناه بود، پاک و بی‌عیب زندگی میکنه و بعدش روی صلیب کشته میشه توسط همین آدمای گناهکار. و با اینکه خودش بیگناه بود و هیچ گناهی نکرده بود، اونا اونو به خاطر گناهان همین آدمها میکشن و روی صلیب میذارن و بعد از مردن روی صلیب دوباره برمیخیزه از مرگ و به آسمون میره. و این کاری هست که مسیح برای ما انجام داد تا ما نجات پیدا کنیم. و حالا مسیح اومد روی زمین و پادشاه آدمایی شد که بهش ایمان میارن و پادشاه آسمانی شد و فقط کافی ماها بهش ایمان بیاریم تا گناهانمون بخشیده بشه. این تمام پیامی هست که انجیل برای ما آورده. انجیل به معنی پیام خوش هست. حالا مسیح بعد از اینکه اومد این کارو کرد روی زمین، دوباره برگشت و به آسمان رفت. ولی با این اومدن و رفتنش که ما توی فیلم خیلی قشنگ میبینیم، یک راهی برامو درست کرد از این دنیای بد و پلید و شکسته که پر از بدی و کشت، قتل و جنایت و بدی هست و بیماری هست، به سمت همون دنیای کامل، زیبا و به قول معروف میگن پرفکت، یعنی کامل، زیبا و بدون هیچ بدی. و این راهو خود خدا برای ما ساخت. چرا این کار کرد؟ چون که ما آدما خودمون نمیتونستیم با کارهای خوب خودمون به سمت اون دنیای زیبا برگرد و کارهای ما کافی نبود و هیچ آدمی هم کاملا پاک و بی‌عیب نبود و هر کسی یک عیبی داشت و یک خطای، یک گناهی داشت و این نیاز بود که خود مسیح، خود خداوند در قالب مسیح بیاد روی زمین و این کار رو برای ما انجام بده و یک زندگی پرفکت رو، کامل رو روی زمین انجام بده و یک نمونه کاملی برای ما باشه. خب من سه دایره رو براتون توضیح دادم.
این همون تعریف خبر خوش که به کلمه انجیل معروف است، به معنای خبر خوش بود که من براتون توی سه دایره خیلی ساده خیلی خلاصه توضیح دادم. اگه دوست داشتین فیلم های بعدی ما رو ببینید، شبکه ما رو سابسکرایب کنید، شبکه ما رو ببینید و از این فیلم ها درباره مسیحیت و دین ما براتون میذاریم. بازم دوست دارم شبکه ما رو دنبال کنید. خیلی ممنون دوستای من، خدا نگهدار.